به ارتباط به اظهارات وزیر خارجه ایران در پیرامون هویت و ماهیت طالب ها که گفته طالب های واقعیت افغانستان هستند و همچنان طالب ها داعش نیستند، بله طالب ها داعش نیستند، داعش و گروه علایدی هست، مجزا هست از نظر تشکیلات، از نظر ساختار، از نظر تکتیک و برنامه و پلان و استراتژی خود شاید با طالب ها تفاوت داشته باشند و ای که طالب ها واقعیت افغانستان است، بله نه تنها من حیث گروه سیاسی نظامی بلکه امروز من حیث حاکمان افغانستان، من حیث کسی که قدرت سیاسی و نظامی و سرنوشت افغانستان را غصب کردن و قدرت سیاسی افغانستان به دستشان است، یک واقعیت است. بله حرفای آقای وزیر خارجه ایران واقعیت است، ولی فرق میان طالب و داعش از نظر اهداف استراتژیک تروریستی چی است؟ عین تکتیکی را که طالب ها بازی کردن، عین تکتیک طالب ها داعش بازی میکنه. فرق بیرق سفید و سیاه در چی هست؟ وزیر خارجه ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران متاسفانه همیش و همیش سیاست و پالیسی ایران سیاست دوگانه هست، اما به حساب تقی سیاسی میکنن، منافقت سیاسی میکنن، اینا چیزی که بدلشان است و به زبانشان است و به حساب تفاوت داره. منافقت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در طول زمان حاکمیت همی حزب جمهوری اسلامی بر همه مردم ایران و مردم افغانستان و جهان هویدا هست. ایران هرگز یک سیاست یک دست نداشته. به ارتباط طالب ها هم چیزی را که به حساب در دلشان است و زبان خود که میگن چیز دیگه هست. واقعیت یه است که طالب ها عین شکلی که داعش برای جهان و منطقه یک تهدید است، برای تمام کشورها به شمول ایران یک تهدید است. و فرق داعش و طالب به حساب از اینکه اهداف تروریستی استراتژیک در سطح منطقه و جهان دارن هیچ تفاوتی نداره. متاسفانه فرق بیرق سفید و سیاه وجود نداره و اینکه طالب ها به اساس زور، غلبه، نظامیگری و جنگ و خشونت، انتحار، انفجار و کشتار قدرت سیاسی افغانستان غصب کردن، این را به حیث یک واقعیت پذیرفتن هی هم به دور از اخلاق سیاسی هست، به دلیل از اینکه هیچ کسی که به زور قدرت سیاسی را بگیره او را من حیث یک واقعیت قبول کردن، این اصلا منطقی نیست، به نفع مردم افغانستان و تعیین سرنوشت مردم افغانستان است. دشمن ایرانی ها و مقامات جمهوری اسلامی ایران، مقامات سیاسی و نظامی و استخبارات ایران دشمنان قسم خوردی افغانستان و مردم افغانستان هستند. متاسفانه در طول زمانی که همین حکومت به نام جمهوری اسلامی ایجاد شده، اینا دشمنی با تمام نهادها، ارزشها و همو دستاوردهای مردم افغانستان داشتن و دارن. بنابراین حمایت امروزیشان به شکلی که از طالب هم حمایت میکنن و هم کمک میکنن و هم زمینه تبلیغات برشان میتن و سفارت افغانستان به دستشان میتن، کنسولگری ها را میتن و میخواین یک رابطه دفکتو داشته باشن، ولی در عقب پرده با تمام کشورها و سازمانها کار میکنن که طالب ها از پا بفته و این سیاست منافقانه و این تقی سیاسی ایران متاسفانه به نفع مردم افغانستان و حل مشکل افغانستان نیست. متاسفانه بدبختانه رابطه ایران با طالب ها رابطه شکننده هست و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران متضاد است، متناقض است، پارادوکسی هست. هرگز اینا واقعیت ها را نمیگن. بنابراین حرف ها و ادعایی را که وزیر خارجه ایران ده اینجا و اونجا میکنه متضاد با تمام سیاست و پالیسی داخلی جمهوری اسلامی هست. دولت مردان جمهوری اسلامی از حضور طالب ها، از قدرت طالب ها، از سلطه طالب ها در بر افغانستان و منطقه و میزبانیشان از گروه های تروریستی سخت در حراس هستند. جمهوری اسلامی میدانه که امریکا آگاهانه و آمدانه قدرت سیاسی را به طالب ها داده تا جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار بده. بنابراین حرفی را که به زبان مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا وزیر خارجش میگه و چیزی که به دلشان است تفاوت داره، اینا منافقت سیاسی میکنن و واقعیتی است که از نظر ساختار و از نظر تکتیک و از نظر برنامه اگر داعش با طالب ها تفاوت داشته باشه، از نظر اهداف استراتژیک تروریستی
که عبارت از استفاده ابزاری هست، ترور، خشونت، کشتار، وحشت و جنایت است، به خاطر برهم انداختن نظام ها و حکومت ها و برهم زدن نظم و ثبات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی جامعه. در این هدف هم داعش و هم طالب، هم جیش محمد، هم سپاه صحابه و هم تی تی پی و تمام گروه های تروریستی متاسفانه شریک هستند. بناهن ای که طالب ها قدرت سیاسی را به اساس زور و غلبه نظامی قدرت گرفتن و ای را من حیث یک واقعیت قبول کنیم، ای درست است که امروز حاکم هستند، ولی مقامات جمهوری اسلامی ایران و تمام کنفرانس شانگهای و کنفرانس فرمات مسکو و تمام کشورهای جهان در پی تغییر اوضاع سیاسی افغانستان می باشند و جمهوری اسلامی که دلش با حساب مو با علی و حسین و شمشیرشان با یزید است، همیش متاسفانه سیاست منافقانه را پیش می گیرند. در یک جا مخالفت می کنند، در جای دیگر باز تایید می کنند و توجیه می کنند و برای طالب ها می خواهند که قباحت زدایی کنند و براحت بتن از همین شکل شیوه حاکمیت و حکومت امارت اسلامی را، بگویند که اگر اینا مو بیس خود وسیع بسازند زیر حکومت و حاکمیت طالب هم میشه که قدرت سیاسی در افغانستان تمثیل شود، در حالی که توسعه قدرت سیاسی و ایجاد حکومت فراگیر ملی، حکومت همشمول به معنای دیگر امارت اسلامی نیست، حاکمیت و حکومت یک گروه نیست و ادامه قدرت و سلطه غاصبانه طالب نیست. بنابراین جمهوری اسلامی ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران دشمنان قسم خورده مردم افغانستان، امنیت و ثبات مردم افغانستان است و بودند و اینا منافقانه و به شکل تقیه سیاسی حرفهایی میزنند که کاملا پارادوکسی است.